گیلاسیا سلام، همونطوری که بهتون قولش داده بودم امروز قسمت سوم اره رو آوردم تا با هم ببینیم و لذت ببریم. حتما خلاصه قسمت های قبلی رو که الان بالای صفحه نمایش داده میشه ببینید، چون کاملا برنامه ربط دارن و اینطوری کامل متوجه فیلم میشید. حواستون به صحنه های خشن و اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش هم بهم فوش ندید. قسمت سوم فیلم اره با نمایش پایان قسمت قبلی شروع میشه، جایی که کاراگاه اریک ماتیوس توی سرداب زندانی شده و وقتی میبینه هیچ راهی برای باز کردن زنجیره پاهاش نیست، از سنگ توالت استفاده میکنه و با چند ضربه به پاش استخونشو میشکنه و مچ پاشو کاملا میچرخونه و اینطوری زنجیرشو آزاد میکنه. سکانس بعد رئیس نیروی ویژه قسمت قبلی یعنی ریگ رو میبینیم که به صحنه جرم یک قتل دیگه از جیکسا اعزام شده. حالا صحنه قبل از مردن قربانی میبینیم، صدای جیکسا پخش میشه و میگه تو مدت هاست به زندان میری و آزاد میشی و بلد نیستی از آزادی که داری درست استفاده بکنی. برای زنده موندن باید همه زنجیرهایی که به تنت وصله رو باز کنی، وگرنه بعد 90 ثانیه شیشه پر از میخ توی اتاق منفجر میشه و کشته میشی. این قربانی با هر سختی و دردی از زنجیره رو باز میکنه، اما وقتی به آخرش میرسه که به فکش وصل شده نمیتونه این کارو بکنه و به قتل میرسه. بعد از گم شدن کاراگاه اریک ماتیوس، همکارش الیسون مسئول رسیدگی به این پرونده جیکسا شده و براش خیلی عجیبه، چون بار آخری که جان کریمر یا همون جیکسا رو دیده بود شرایط جسمی خیلی ضعیفی داشت و غیر ممکنه تنهایی این بازی ها رو ادامه بده. نکته دیگه اینه که این صحنه قبل با قبلی‌ها خیلی فرق داره، چون حتی اگه قربانی همه زنجیرها رو باز میکرد در اتاق کاملا جوش خورده بود و بازم نمیتونست از اونجا فرار کنه و به قتل میرسید. یعنی جیکسا نمیخواسته به هیچ وجه این طرف زنده بمونه. میریم به خونه کاراگاه الیسون کری. بعد از دست دادن همکارش خیلی رویش به هم ریخته، اون تفاهم میزنه که اریک پشت سرش، اما میفهمه فقط تو خیالش ندیده. بعد میشینه به دیدن فیلمای جدید جیکسا رو سرنخ پیدا کنه و یه دفعه تصویر مانیتور عوض میشه. این بار تصویر دوربینی رو نشون میده که از توی کمد اتاق الیسون اون رو زیر نظر داره. کاراگاه وحشت میکنه و خیلی آروم میره تا کمد رو چک کنه و اینجاست که همون آدم با ماسک خوک معروف یه دفعه با یه حمله کاراگاهو بیگوش میکنه. با باز شدن چشمای الیسون میبینیم توی تله وحشتناک گیر افتاده. این تله از سینه تا شکم کاراگاهو گرفته و با پخش شدن نوار میفهمه که کلید دستگاه توی ظرف اسید روبروشه. اون باید سری کلیدو از توی اسید برداره و قفل دستگاهو باز کنه، وگرنه برش از وسط به دو تیکه جر میخوره. الیسون با هر سختی هست موفق میشه کلیدو برداره و قفلو باز میکنه، اما با تعجب میبینه بازم دستگاه باز نمیشه و همون لحظه بدنش به دو تیکه میشه و میمیره. از اینجا به بعد کارگاهی به اسم مارک هافمن همراه با همون مامور نیروی ویژه یعنی ریگ مسئول رسیدگی پرونده میشن که از قسمت بعدی بیشتر باشون آشنا میشیم. شخصیت دیگه به اسم لین رو میبینیم. لین یه پزشک در حال انجام عمل جراحیه. بعد از پایان عمل در حال ترک بیمارستانه که دوباره همون آدم با ماسک خوک بهش حمله میکنه. چشاشو که باز میکنه روی صندلی چرخدار هست و آماندا یانگ، همون قربانی که از تله فرار کرده بود و قسمت قبل فهمیدیم با جان کریمر همکاری دارن، لین رو به پیش جان میبره. میبینیم جان روی تخت افتاده و حال جسمش کاملا داغونه، چون سرطان به همه جای بدنش نفوذ کرده. آماندا دستگاهی رو دور گردن لین میبنده و میگه باید جان رو زنده نگه داری تا یه نفر دیگه بازیشو به پایان برسونه. اون موقع آزارت میکنیم تا بری. اگه جان قبل تموم شدن بازی بمیره، دستگاهی که دور گردنت وصل شده فعال میشه و تو هم کشته میشی. در اصل دستگاه تو به ضربان قلب جان وصله. جان هم جمله‌ای به زبان میاره که میگه این بازی توئه، بازی که میخوایم ببینیم چقدر تغییر کرده و یه قاتلی یا نه. جان میگه تو میتونی جون یه آدمو نجات بدی و ببینیم میتونی از این قوانین پیروی کنی یا نه. این جمله‌ها خیلی مهمه، منو بعداً متوجهش میشیم. سکانس بعد مردی به اسم جف رو میبینیم که شخصیت اصلی بازی جیکسا است. جف به تازگی پسرش دیلان از دست داده. اون تو جعبه‌ای به هوش میاد و بازی شروع میشه. متوجه میشیم پسر جف یه تصادفی داشته و به همین دلیل کشته شده. هیچ کس هم به خاطر این قتل مجازات نشده و بازی جف اینه که آدمای مقصر تو قتل پسرش یا ببخشه یا بکشه. جف به قبل دزدیده شدن فلش بک میزنه و میبینیم که در حال تمرین نشونگیری با این تفنگ. بعد مرگ پسرش اون نزدیک به 3 سال از عمرش رو صرف کرده که فقط به انتقام گرفتن فکر کنه و تمرین کنه که یه روزی قاتل پسرش رو بکشه. دوباره به زمان حال برمیگردیم. جف یه جعبه میبینه که توش یه کاغذ و روش نوشته در رو باز کن. یه کلید هم کنار کاغذ و یه تیکه از عکس خانوادگیشون که قسمت کله جف بریده شده رو میبینه. میریم پیش جان کریمر. لین با چک کردن حال جان با آماندا میگه باید ببریمش بیمارستان، وگرنه هر لحظه ممکنه بمیره. آماندا میگه به هیچ وجه نمیتونیم از اینجا ببریمش بیرون و وظیفه توئه که زنده نگهش داری. همین لحظه جان یه تشنج شدید میکنه و لین سریع میره پیشش تا کمکش کنه. با آماندا میگه ماکس اکسیژن رو نگه دار و انقدر تشنج شدید میشه که خون بالا میاره. لین با آماندا میگه خودت داری میبینی چقدر زجر میکشه، بیا ببریمش بیمارستان تا عمل شه. اما آماندا بازم زیر بار نمیره و میگه باید همینجا عملش کنی، هر چند لازمه برات میارم. برمیگردیم پیش جف. اون وارد اتاق خیلی سردی میشه که زنی وسطش آویزون شده. این زن تنها شاهد صحنه تصادف و مرگ پسر جف بوده، ولی از اون صحنه فرار کرده و عدم حضورش توی دادگاه باعث کم شدن حکم قاتل شده. صدای جیکسا پخش شده و میفهمه آب منجمدی به بدن این زن داره پاشیده میشه. جف میتونه این زن رو ببخشه و با برداشتن کلیدی پشت میله های یخ زده اون رو نجات داده یا همونجا وایسه و یخ زدن این زن و مرگش رو ببینه. جف اول مردده چون میخواد انتقام پسرش رو بگیره. آب منجمد روی زن میریزه و از یه جای دیگه یخ میزنه و حرکت نمیکنه. اما بعد از چند لحظه جف با عذاب وجدان میره تا کلیدو برداره که صورتش هم به میله های یخی میچسبه و قسمتی از پوستش
جونشو از دست میده. وقتی برمیگره تا زن رو نجات بده خیلی دیر شده و اون جونشو با یخ زدن از دست داده. جف به اتاق بعدی میره. تو یه جعبه عکس پسرش رو میبینه که تیکه‌ای از همون عکس خانوادگی هست. کنارش هم یه گلوله هست و نامه‌ای که نوشته شده یه گلوله همه چیزو تموم میکنه. میریم پیش لین که داره اطراف کارگاه جان کریمر رو بررسی میکنه. آماندا بهش میگه میتونی با یه تبر خیلی راحت منو بکشی، اما لین که از مردن خودش هم میترسه کاری نمیکنه. یه فلش بک دیگه میزنیم به گذشته. جان تو کارگاهش نشسته و در حال نقاشی کردن صورت مجسمه خودشه. آماندا با دستگاه دور سرش رو صندلی بسته شده که همون بازی اولی هست که خودش قربانیش بود. اون خودش نجات میده و از اون روز با جان صمیمی میشن. جان بهش میگه نجات پیدا کردنت از تله زندگی جدید برای ساختی که باید ازش بهترین استفاده رو با هم بکنیم. برمیگردیم به زمان حال. آماندا به جان میگه جف موفق شد از اولین اتاق بیرون بره. اون تصمیم گرفت قربانیشو ببخشه اما دیر بود و موفق نشد. جف میبینیم که داره سمت اتاق بعدی میره. تو راهرو عروسک جیکسار رو میبینه که کنار دوچرخش افتاده. دقیقاً مثل صحنه تصادف و مرگ پسرش. اون به اتاق بعدی میره که یه مردی داره داد میزنه تا ازش کمک بگیره. اتاق مثل سلاخونه است و مردی که ته گودال افتاده کسی نیست جز قاضی که برای قاتل پسر جف تنها حکم 6 ماه زندان بریده بود. قاضی به کف گودال بسته شده و با پخش دادن صدای جیکسا میفهمیم تعداد خوک قراره به دستگاه بالا سر قاضی بیفتن. بعد سلاخی شن و ماهیه بدنشون توی گودال بریزه تا انقدر حجم سیاد شه که قاضی تو کثافت خوکا خفه شه و بمیره. بازی شروع شد و جف از دیدن این قاضی حالش به هم خورد و خیلی دوست داره مرگشو ببینه. جیکسا در آخر نوارش میگه اگه میخوای نجاتش بدی باید تمام گذشته خودتو بسوزونی تا کلیدو پیدا کنی. قاضی التماس میکنه اما جف با عصبانیت همونجا راه میره و نگاهش میکنه. قاضی میگه تو قاتل نیستی و با این کار همه زندگی تعوض میشه. خوکای بیشتری تو گودال میافتن و در آخر با التماسای قاضی جف تصمیم میگیره نجاتش بده. اون دور اتاقو میگرده و یه دستگاه پیدا میکنه که تمام لوازم پسرش و عروسکاش همراه با کلید توی اون وجود دارن. دکمه ای روش هست که میدونه اگه بزنتش همه چیز میسوزه. اون این کارو انجام میده و تمام عروسکای پسرش میسوزه و کلید به بیرون میفته و اینطوری قاضی رو نجات میده. برمیگردیم پیش جان. لینو میبینیم که داره با همون لوازم آماده جراحی میشه. جراحی که باید تو مغز جان شکل بگیره تا فشار حاصل از سرطان کم کنه و حالشو کمی بهتر کنه. به خاطر شرایط کمبود دارو نمیتونه جانو کاملا بیهوش کنه و فقط با بی‌حس کردن سرش باید جراحی رو انجام بده. این جراحی یکی از وحشیانه‌ترین قسمت‌های سری اره و کل هالیوود پس اگه نمیخواد ببینید ردش کنید. کار شروع میشه با استفاده از تیغ جراحی پوست سر جانو میبره و با انبر دستی اونو برمی‌داره. با استفاده از الکل جمجمه جانو تمیز میکنه و با استفاده از درل چند سوراخ توی جمجمه‌اش میسازه. اینا همه در حالیه که جان بیهوش و صدای وحشتناک درل و همه چیز توی جمجمه‌اش کاملا حس میکنه. لین با استفاده از اره برقی فاصله بین سوراخ‌هایی که ایجاد کرده رو برش میزنه و در آخر پوسته مغز جانو برمی‌داره. اینجاست که ضربان قلبش به شدت پایین میاد اما کم کم فشار از مغزش برداشته میشه و علائم حیاتیش حالت پایدار میگیره. جان تو تمام این مدت داره خاطره ای رو از زنی میبینه که ما نمیدونیم کیه، اما تو عالم بیگوشی و حزین گفتن دست لینو به جای اون زن میگیره و میگه عاشقتم. اینجاست که برق حسرت تو چشم آماندا معلوم میشه و میره به اتاق دیگه ای تا با تیغ رو پای خودش خط بندازه و عصبانیتش رو خالی کنه. فلش بک به گذشته میزنیم، جایی که آماندا و جان پیش همن و جان به عنوان اولین همکاری پرونده آدام و لارنس یعنی دو قربانی که تو قسمت اول فیلم دیدیم و با آماندا یانگ میده. در واقع بازی که تو قسمت اول اره دیدیم اولین کاری هست که این دو نفر با کمک همدیگه انجام دادن. به زمان حال برمیگردیم و لین بعد از بستن سر جان عمل با موفقیت به پایان میرسونه. آماندا با گریه میاد داخل و با عشق زیاد جانو بغل میکنه و میگه من همیشه پیشتم. که لین بهش میگه اون صداتو نمیشنوه تراش نکن. آماندا با عصبانیت به لین حمله میکنه و میخواد با تفنگ بکشتش که جان بهش میگه تفنگو بذار کنار و برو بیرون. دوباره فلش بک میزنیم به پایان اولین قسمت اره. بعد از پایان بازی آدام و لارنس آماندا یواشکی به سرداب میره. اون آدام رو که تو سرداب مونده بود تا به پوسته رو صدا میکنه و میگه اومدم کمکت کنم. بعد با استفاده از یه پلاستیک آدامو خفه میکنه و قتل میرسونه و اینطوری گرم میزنه به بازی که جیکسا را انداخته بود. میریم پیش جف که یه نامه دیگه پیدا میکنه که روش نوشته شده یه قدم به انتقام نزدیک شد شدی و دیکه دیگه ای از عکس خانوادگیشون با سر دخترش پیدا میکنه. یه خشاب تفنگم اونجا هست و با برداشتنشون به اتاق بعدی میره. اینجاست که یه مردی به اسم تیموتی یانگ رو میبینه. این مرد همون قاتل پسرش هست و حالا به یکی از وحشیانه ترین تله های جیکسا وصل شده. این دستگاه چند قسمت چرخون داره که به دست پا و سر تیموتی وصل شدن. با فعال شدن هر کدوم از این بخشا چرخنده به آرومی شروع به حرکت میکنه و انقدر ادامه میده تا استخون و عضله اون قسمت از بدن طرف چندین بار کامل بچرخه و خورد بشه. جف برای نجات تیموتی باید کلید رو از توی جعبه برداره که یه اسلحه شاتگان اون طرفش وصل شده. جف طبق معمول هیچ کاری نمیکنه و شکنجه شدن تیموتی رو میبینه. قاضی که نجات داده بود بهش التماس میکنه که تیموتی رو نجات بده اما اون با خشم تمام صورت قاتل رو نگاه میکنه. چرخنده ها دست و پای تیموتی رو به وحشیانه‌ترین شکل ممکن کاملا میچرخونن و در آخر جف تصمیم میگیره تیموتی رو نجات بده. اون سعی میره سمت کلید و سرش کنار میگیره تا یه موقع شاتگان بهش تیری نزنه، اما بیخبر از پشت سرش کلیدو برمیداره و با شلیک شاتگان قاضی به قتل میرسه. این در حالیه که چرخنده دور
گردن تیموتی هم شروع به چرخیدن کرده و قبل از اینکه جف بتونه با کلید نجاتش بده گردنشو کاملا میشکنه و اونم میمیره. برمیگردیم پیش جان و لین. اونا با هم سعی میشدن و لین دیگه من دارم لحظه شماری میکنم تا این داستان تموم شه و برم پیش شوهرم و بچم. لین التماس میکنه که جان ولش کنه بره و جان برای آرامش دادن بهش دستشو میگیره. آماندا همون لحظه میاد داخل و با دیدن این صحنه حسادتش به اوج خودش میرسه. بعد میره سری سمت کشوی خارج از اتاق و با باز کردنش یه پاکت رو با اسم خدا آماندا میبینه. اون با تعجب بازش میکنه و موقع خوندنش به گری کردن و زجه زدن میفته. محتوای این نامه رو تو قسمت بعدی فیلم قراره بفهمیم. به هر حال آماندا با عصبانیت بیشتر به اتاق پیش جان برمیگرده. جان بهش میگه لینو آزاد کن که باید بره. آماندا میگه نمیشه چون هنوز بازی جف کاملا تموم نشده و باید از راه رو بیاد بیرون. بعد شروع به دعوا با جان میکنه و میگه تو نباید از لین دفاع کنی و دوستش داشته باشی. بعدم تهدید به کشتن لین میکنه و اسلحه‌اش رو میگیره سمتش. جان یه دفعه شروع به صحبت میکنه و میگه من همه کارهایی که تو پشت سرم کردی رو میدونم، مثل کشتن آدام. بعدن راجع به کارگاه متیوس حرف میزنه. اول فیلم دیدیم که این کارگاه بعد از زندانی شدن تو سرداب پای خودشو شیکوند و آزاد شد. اون از سرداب میاد بیرون و در حال پیدا کردن راه فراره، اما آماندا سر میرسه. دعوای شدیدی بینشون شکل میگیره که آماندا با شیکوندن پای دیگه ای اریک موفق میشه خودش نجات بده. اینجاست که کارگاه اریک لفت داد میزنه تو جیگسا نیستی و هیچ وقت نمیشی، تو هیچ چی نیستی. همین جمله باعث صد برابر شدن خشم آماندا میشه، اما نمیفهمیم اریکو به قتل رسونده یا نه. حالا میفهمیم همه این قتلای جدیدی که اتفاق افتاده بود و قربانی هیچ راهی برای فرار نداشتن و در آخر قرار بود کشته بشن کارو آماندا بوده و اون میخواسته گن بزنه به میراثی که جیگسا براش به جا گذاشته بود. برمیگردیم به زمان حال که آماندا با عصبانیت میگه بازیای تو آدما رو عوض نمیکنن، تو هم قاتلی مثل خیلیای دیگه. برمیگردیم پیش جف که به یه دری میرسه و با کلیدی که اول بازی برداشته بود بازش میکنه. اون طرف تفنگ هست و با استفاده از گلوله خشابی که برداشته بود تفنگو آماده شلیک میکنه. یه تیکه عکس دیگه هم هست که مشخص مادر بچه‌هاشه، اما ما نمیبینیم کیه. اینجا جف به همون اتاقی میرسه که جان، لین و آماندا داخلشن و آماندا از در رو سمت لین نشونه گرفته. آماندا روانی یه دفعه اصلش رو شلیک میکنه و لین از درد گلوله توی شکمش به بیرون اتاق و بغل جف پرت میشه. اینجا میفهمیم لین همسر جف و مادر بچه‌هاش بوده. اون تیکه عکس آخری هم که پیدا کرده بود عکس همین لین بوده. جف عصبانی میشه و بدون هیچ مکسی با تفنگش به گلوی آماندا شلیک میکنه. آماندا رو زمین میفته در حال مردنه که جان شروع به صحبت میکنه. اون میگه آماندا این بازی تو بود. حالا اون جمله هایی که اول گفتم خیلی مهمه رو به زبون میاره و میفهمیم که همه اونا خطاب به آماندا گفته شده بودن. اون گفته بود که تو میتونی یه نفر رو نجات بدی، این یه شانس برای اینی که ببینیم قاتلی یا نه، و خیلی جمله های دیگه که همشو به آماندا گفته بود. آماندا بعد از شنیدن این حرفا از خونریزی میمیره و جف تفنگ اونو برمیداره و سمت جان نشونه میگیره. زنش سعی میکنه بهش بگه اگه جان بمیره منم کشته میشم، اما به خاطر حال وخیمش نمیتونه صحبت بکنه. جان شروع به صحبت کردن با جف میکنه، میگه تو بعد این همه اتفاق هنوز هیچی یاد نگرفتی، هنوز یاد نگرفتی باید یاد بگیری ببخشی و یه وقت واسه بخشیدن دیر میشه. جف بی توجه به هیچی ماشه رو فشار میده، اما گلوله توی اسلحه نیست و اتفاقی نمیفته. لین داره خونریزی میمیره و جان به جف میگه تو میتونی زنتو نجات بدی، فقط کافیه منو ببخشی. جف که روانی تر از این حرفو شده اره بقیه رو برمیده رو به جان میگه میبخشمت. بعد اره رو به گردن جان میکشه و رگ گردنشو میزنه. جان داره جون میده که قبل مردن دست راستشو میاره بالا و نواری رو پلی میکنه. صداش پخش میشه و میگه جف من آخرین امتحان تو بودم و با این کارت شکست خوردی. یه دفعه همه درای اتاق قفل میشن و جف دیگه نمیتونه از اونجا فرار کنه. تو ادامه این نوار گفته میشه تو نباید منو میکشی، چون تنها کسی که میدونه دخترت کجاست منم و حالا هیچ کسی نمیتونه نجاتش بده. نوار به پایان میرسه و ضربان قلب جان هم به صفر و این لحظه است که دستگاه دور گردن لین منفجر میشه و کلش میپاچه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه و جف به خاطر حس انتقام همه خانواده‌اش و حتی بچه‌هاش رو از دست داد. تو این قسمت از فیلم اره دو تا قاتلی که میشناختیم یعنی جان کریمر و آماندا کشته شدن و خیلی ها فکر میکردن این یعنی پایان سری اره، اما هنوز خیلی کار داریم و داستان جان کریمر حالا تموم نمیشه. هزار بار گفتم بازم میگم جان کریمر به نظر من بهترین شخصیت بعدی است که توی هالیوود وجود داره و به قدر ایدئولوژی جیگسا قشنگه که میشه ساعت ها راجع بهش نشست و حرف زد. رفقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتون هم گلسی.